دیگه سال کردن که آیا دعا همون آرزو نیست؟ دعا فرقش با آرزو چیه؟ خب دعا هم فرمی از آرزوه من یه نکته رو خدمتون ارز کنم آرزوی انسانی به طور کلی ذهن انسان در پی خواستنه فقط میخواد سوال داره و میخواد این در ذهن انسان از شاخص های خیلی مهم میشه بهش خیلی عنایت کنید یعنی زمانی که فرض کنید حالا چه چیزای مادی میخواد چه چیزای معنوی میخواد نه هیچ کدوم فرقی نمیکنه با هم دیگه من اینو میخوام من اونو میخوام من کاش که اینجوری بشم من کاش که اونجوری بشم این از شاخص های فکر ذهنه و بعد سوال میکنه که خب حالا من چرا به این داستان نمیرسم چرا این اینجوری من داده شد اونجوری داده نشد اینها تماما شاخص آرزو هست اما دعای فرق اساسی با مسئله آرزو داره شما دعا رو از نظر لغت یعنی خواندن صدا کردن بهش دقت کنی شما اگر در یک رابطه ای حالا فرض کنید یک دوست بسیار صمیمی دارید یک دوستی واقعی اگر یه همچون سعادتی نصیب انسان بشه که واقعا یک دوست واقعی داشته باشه این موضوع رو خیلی راحت باز میکنه ببینید شده تا حالا در این ارتباط دوستی عمیق یک جایی اون درک اون قدرت به وجود بیاد که من فلانجا و فلان کاری رو که کردم این دوست رو آزردم و یا دوست خوبی نبودم باید این کار رو میکردم باید اون کار رو میکردم اگر پیش اومده باشه در حقیقت به یک پوینتی در درون خودتون میرسید به این دوست میگید که ازت میخوام که از تقصیر من گذشت کنی ازت میخوام که منو ببخشی این حالا چیه؟ این آرزوه؟ درست شما میخواید که ببخشتتون اما شما در درون به یک داستانی رسیدیده و یک شکوفایی در شما به وجود اومده که در این ارتباط دوستی جایی تقصیر داشتید کوتاهی داشتید وقتی که متوجه این کوتاهی میشید خود اون متوجه شدن یعنی آغاز عمقی بسیار وسیعتر بخشیدن به اون دوستیه بسیار عنایت کنید درست شکل آرزو رو میگیره اما آرزو نیست پوینتیه نقطه یه که شما بهش رسیدید در زمانی که ما در عرفان عشقی وارد میشیم جایی که خدا به صورت یک دوست مطرح میشه شما این نقش رو میبینید حالا شما فرض کنید یک جایی کوتاهی کردید در قبال این دوستتون یک جایی مقصر بودید یا هر چی و این دوست در یک شرایطی شما رو متوجه میکنه و شما میبینید حالا غیر مستقیم با رفتارهایی که میکنه یا چیزی که میگه یا به هر صورتی شما میبینید که در مقابل این آدم جایی کوتاهی کردید تقصیر داشتید باز به همون پوینت میرسید حالا یا خودتون میرسین یا اون دوست شما رو میرسونه به این پوینت در قبال دعا در من علل خصوص مصنوی میگم من کاری به ادیان ندارم میگه ای دعا از تو اجابت هم تو میگه یعنی اگه من دارم الان دعا میکنم در حقیقت این دعا رو تو در من ایجاد کردی یعنی همون حالتی که اون دوست متوجه کرده من رو که آقا اینجا رو اشتباه رفتی اینجا رو باید درست کنی میگه زمانی که این حالت در تو به وجود میاد یعنی در نظر داشته باش که منبع هستی منبع وجود داره بهت توجه میکنه و میخواد یه جوری تو مسیر اراده اون قرار بگیری در این شرایط اون حالتی که در انسان وجود داره یک حالته که در اون حالت داره میبینه کجاها کم گذاشته استلاحاً نه اینکه فقط میخواد بدون اینکه در نظر بگیره خودش کیه ببینید جایی که مولانا میگه ای خدای پاک بی انباز و یار یعنی من رسیدم به پاک بودن تو پاک بودن نظر اینکه قابل صورت نیستی و قدرت مطلق توی خب دست ما رو جرم ما را درگذار یعنی همون حالتی که شما با یک دوست دارید و من رسیدم به این پوینت در کلام این بیان میشه در این قسمت با وجود اینکه بسیار مهمه ما حالتهای های درونی رو خیلی جاها اصلا مطلقاً به زبون نباد بیاریم چون ذهن باهوش میزنتش اما این جور فرم درک های درونی رو که میکنیم و در مقابل فقط خداوند فقط در مقابل منبع هستی ابراز میکنیم این موضوع رو خیلی تشویق کردن که این کارو بکنید چون درست در این یه مورد تاثیر محکوس میذاره و بعد باز مولانا یه چیز دیگه میگه میگه همین که این حالت در تو به وجود اومده این شرایط در تو به وجود اومده که تو این سمت دعاها اومدی دعا به این معنی نه اینکه اینو میخوام اونو میخوام به عوام در کسانی که در طریقت نیستن اصطلاحا در عوام گفته میشه در عوامن به اینها میگن آقا هر چی میخوای برو از خدا بخوا در طریقت چیز دیگه ای سعدی به ما میگفت میگفت خلاف طریقت بود که اولیا تمنا کنند از خدا غیر خدا این حالت دیگه آرزو نیست این حالت رسیدنی به یک شرایط درونیه که در اون شرایط میبینم خودم کجا نقص داشتم باز دیدن خودمه و به زبون میارم که من فهمیدم این حالت ها رو هم به ما بسیار شدید و رفا میگن که وقتی در این شرایط هستی عین همون دوستی میمونی که داره متوجه اشتباهت میکنه تو رو داره متوجه اشتباهت میکنه یعنی در حقیقت اون منبع هستی کانالی بین تو و اون باز شده که این ارتباط برقرار میشه حالا هر چی که این شدیدتر میشه و جلوتر میره اون سالک راه متوجه این میشه که اونور دارن با جذبه بیشتر این رو جذب میکنن در صورتی که شما اگر برگردید در حالتهای متفاوت انسانها انسانها دعا براشون همون آرزو است و چون در واقع کسی رو غیر از اون خدای ذهنی ندارن فقط به دامن اون خدای ذهنی میرن و یه جوری میخوان از اون بگیرن حالا اگر این دعاها برآورده شد در واقع اون خدا اینا رو دوست داره اگر این آرزوها برآورده نشد اون خدای بیرحمه یا حالا اینا لایقش نبودن این منظور ما در عرفان نیست اون حالتی که اگر تجربه کرده باشید با دوستی کسی رو دوست داشتید یا هر چی اون زمانی که این خلوص رو داری که من رو ببخش وقت میبینی چقدر سبکی به چی رسیدی حالا به بخش من دارم اصطلاحا میگم چیزایی دیگه میتونه باشه مثل حالتی که بخواید از طرف که پیش من باش من تنها نذار به اون پوینت رسیدین اگر کافی نبود من باز در خدمتتونم